أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عرض سلام و ارادت خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان گرامی برنامه عارفانه دارم و همچنین مراتب عرض تسلیت خود به مناسبت این ایام و لیالی که ایام سوگ و عزای آل محمد علیهم السلام هست، به مناسبت شهادت حضرت سید الشهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام خدمت شما تقدیم میکنم. انشاءالله که همه ما در زمره عزاداران با معرفت سید الشهدا علیه السلام باشیم و انشاءالله که در دنیا و آخرت با ابا عبدالله الحسین علیه السلام و مرام ایشان زندگی بکنیم و محشور بشه. برنامه امروز اختصاص یافته به این موضوع که در واقع به این سوال مهم پاسخ بدیم که چرا باید عزاداری کرد و نتیجه این همه عزاداری و تجلیل از عاشورای حسینی و واقعه طفوف چی هست. در خدمت روحانی ارجمند و استاد گرانقدر دانشگاه فاضل گرامی جناب آقای دکتر افشاگر هستیم تا در این برنامه از محضر ایشان مستفید بشیم. مجاور خدمت شما عرض سلام و همچنین عرض تسلیت داریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. بنده هم عرض ادب و احترام دارم محضر حضرت عالی، همکاران گرامی و همه بینندگان محترم و از همین جا تسلیت عرض میکنیم ایام عزاداری و سوگواری سالار و سرور شهیدان حضرت ابی عبدالله حسین علیه السلام را. انشاءالله که توفیق پیدا کنیم در این ایام بیشتر با معارف مکتب عاشورا آشنا شویم و با عشق و ناله و معرفت از این سفره نورانی بیشترین بهره را داشته باشیم. خب در رابطه با اینکه به هر حال عزاداری چرا و آثار و نتایج عزاداری چه هست، باید خاطر نشان کرد که مطالب زیادی بیان شده و چقدر خوبه که انسان در همین برنامه ها که اشتراک میکنه متوجه این آثار باشه، متوجه این نتایج ارزشمند باشه تا بیشتر بهره بگیره، استفاده کنه. یکی دو نکته بنده به عنوان صحبت آغازین مطرح میکنیم و انشالله به اصل موضوع نتایج اشاراتی داریم. ببینید وقتی سیره ائمه اطهار و نبی مکرم اسلام را در رابطه با سالار شهیدان مطالعه میکنیم، میبینیم همه که انه به این مسئله توجه ویژه داشتند و کوشش کردند که حادثه عاشورا و قضیه کربلا و ابی عبدالله را مطرح کنه، این زنده بمانه و زنده باشه. شما وقتی تولد ایشان را شاهد هستی میبینه که پیغمبر اکرم چه برخوردی داره، اون فرمایشاتی که در خصوص پیشبینی هایی که شده در خصوص شهادت عزت در همون روزهای آغازین تولد ایشان بیان میکنن، در به اصطلاح مناسبت های مختلف به این مسئله اشاره میکنن. امیرالمومنین همین رقم، فاطمه زهرا سلام الله علیها باز همین رقم توجه میدن، تا امام مجتبی و بعد از قضیه عاشورا هم تک تک ائمه اطهار علیهم السلام تلاششون بر بقا و زنده نگه داشتن حادثه عاشورا و وقایع سنگینی است که در او حادثه رقم خورده و که اند امام حسین علیه السلام و این حادثه یک حکم محوری پیدا کرده، یک نقش محوری پیدا کرده. سوال این است چرا ائمه ما علیهم السلام هم در عمل و هم در به اصطلاح گفتارشان به این مسئله این چنین پرداختند؟ خب پاسخهایی که در این خصوص میتوان داد، یکیش این هست که به خاطر اون اثرگذاری عمیقی که
قضیه امام حسین بر هدایت انسان و بشریت داره. همونطور که در کلمات آمده ایشان کشتی نجات است، ایشان در واقع چراغ هدایت هستند. اون هم متفاوت با همه هدایت ها، یعنی یک ویژگی ممتازی داره این حرکت هدایت بخشی و رحمت بخشی ابی عبدالله الحسین علیه السلام، که باید محور قرار بگیره، همه به او توجه کنند. توصیه های زیادی شده، خودشان در عمل ببینید اهل بیت ما علیهم السلام ائمه هدا چقدر در این قضیه عشق میریختن، نالهشان بلند بود، نکته هایی را میفرمودن، به خاطر اون اثرگذاری که این مسئله داره. به فرمایش بزرگان اینکه انسان به دستگاه امام حسین خودش نزدیک کنه و کوشش کنه مرتبط بشه، ای هم او را اسرع به اون کمالات میرساند و هم مطمئن هست. انسان واقعا در مسیر هدایت به اون منزل مقصود دست پیدا میکنه. بله. ویژگی عجیبی است در این حرکت. رضا شما تجربه را میبینید که این جوشش حسینی که در ایام محرم مخصوصا عاشورا اتفاق میفته، منجر به خیلی انقلاب های درونی در افراد میشه، در جامعه. واقعا عجیبه، انسان نمونه ها را میبینه، تجربه عجیب هست. از این جهت این عزاداری یک سفره است که در حقیقت خدای متعال به نحوی این را پهن کرده، به تعبیر بنده هست، و صاحب این سفره پیغمبر خدا صلوات الله علیه هست، تا همه انسانهایی که تشنه هدایت واقعی هستند، سعادت هستند، از این فیض ببرن. بله. و این اختصاص به یک زمانم نداره. این حرکت آغاز شده، در طول تاریخ همینطور داره به مسیر خود ادامه میده، و جالب این است که هر چقدر که به پیش میره دائره این وسعت پیدا میکنه. بله. یعنی یک مسئله و اتفاقی است که انگار همین امسال اتفاق افتاده و آثار خودش رو داره. از این جهت ما وقتی به این مسئله دقت میکنیم، میبینیم که آثار فراوان نتایج بسیار زیادی داره. یک جمله هم بنده دارم اینجا در این بخش عنوان تکمیل بحثم عرض کنم. ببینین یکی از نداهایی که از حلقوم مقدس حضرت امام حسین علیه السلام در عاشورا تنین انداز شده و امروزه هم اگر انسان توجه کنه به گوشش میرسد، او هل من ناصر ینصرنی هست که ایشان سر داده است. واقعا این جمله آیا اختصاص فقط به امون زمان داره یا ماها هم شامل میشه در طول تاریخ؟ هم به نظر میرسه که این از او جملات ماندگاری است که همیشه هست، کل یوم عاشورا و کل ارض کربلایی که گفته شده. خب این جملات هم همینطور باقی است. لذا الان هر کسی بیاد این ندای حضرت را بهش لبیک بگه و پاسخ مثبت بده، بهرمند میشه از او هدایت های نابی که امام حسین علیه السلام به هر حال دارند و داشتند. بله. از این جهت مسئله عزاداری، مسئله شرکت در جلسات ابی عبدالله علیه السلام و سوگواری یک مسئله معرفتی است، یک مسئله عمیق است. به ظاهر این نیست که ما عده گرد هم جمع یک به سینه میزنیم، اشکی میریزیم، نظری میخونیم. نه، اینها کلاس انسانسازی است. اینها انقدر ارزش داره که انسان را به کمالاتی میرسانه که واقعا به خودی خود ما نمیتونیم به اون مقامات برسیم. این اتصال و پیوندی که بین ما و ابی عبدالله الحسین علیه السلام به خاطر این حرکت اتفاق میفته، ما را نجات میده، ما را بالا میبره. شما ببینید نمونه های فراوانی است. شخصیتی مثل هور که به تعبیر خودش رو در جهنم میدید. بله. ولی وقتی تصمیم میگیره که مسیر درست بره به امام حسین به پیمایت، ببینید به کجا میرسه. جزء شهدای ماندگار کربلا میشه، که خطاب ما و شما به هم ابی عبدالله و هم شهدای دشت کربلا این هست که به ابی انتم و امی، به همه اشان انسانهای آزاده، انسانهایی که به کمالات رسیدن،
خطاب میکنن که پدر و مادرمان به فدای شما، از کجا به کجا کشیده شد. این نیست مگر به خاطر اتصالی که به ابی عبدالله حسین علیه السلام پیدا کرد. همین نقش همچنان باقی است. هر کسی میخواهد به اون نجات حقیقی دست پیدا کنه، به اون کمالات، قله های معنویت که برای ما انسان ها به عنوان هدف خلقتمان ترسیم شده برسیم، یک راهش ابی عبدالله حسین است. این اعمال ظاهری ما خوبه، ناامید نیستیم، ولی اینها اونچنان که باید اثر نداره. اما وقتی اکسیر سید الشهدا چاشنی ای بشه و در کنارش ای ما را بالا میبره. لذا خلاصه عرض ما از این مطلب این هست که عزاداری بر سالار شهیدان علیه السلام صرفا یک مجلس ترحیم و بزرگ داشته در این حد که گرد هم بیاییم و یک ثوابی ببریم نیست. نقش محوری داره، نتایج ژرفی داره که خواستیم با این عرضمان به بخشی از آن اشاره کنیم. زنده باشین، خدا شما خیر عافیت به تواصل بزرگوار. بینندگان گرامی، از شما خوشمند هستم که بازم همراهی بفرمایید تا در بخش بعدی ادامه این گفتگوی ارزشمند را خدمت شما تقدیم بکنیم. همراه ما باشید. تشکر میکنم از اینکه همراه برنامه عارفانه هستین. در بخش قبلی سرور گرامی جناب استاد افشاگر به نکات ارزنده ای اشاره فرمودند در پاسخ به این سوال که اساساً نتایج و آثار عزاداری برای سید الشهدا علیه السلام چه چیزی هست و چرا باید این همه بر عزاداری آن حضرت تأکید کرد. روایتی را به نقل از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام تقدیم شما میکنیم که در واقع نشان میده که حتی همین گریه ها و عزاداری ها و ذکر مصائب سید الشهدا علیه السلام هم در واقع مملو از آثار هست. حضرت فرمودن ان البکاء والجزاء مکروه للعبد، همانا هر گونه گریه کردن و بیتابی کردن در مصیبت کسی برای بنده مؤمن خداوند مکروه و ناپسند است. فی کل ما جزه، در هر چیزی که بخواهند، در هر مصیبتی که بخواهند این کار رو انجام بتن. خلل بکاء علی الحسین ابن علی علیه السلام فانه فیه ماجور، بجز مصیبت عظمای سید الشهدا علیه السلام که هر گونه گریه و بیتابی کردن و جزع و ناله کردن در این مصیبت نه تنها ناپسند و مکروه نیست، بلکه فرمودن هر بنده که این کار را انجام بده اجر و پاداش خواهد برد. بنابراین خود این گریه کردن و این مراسم گرفتن در واقع سنتی است از سنت‌های مهم اسلامی که خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم انجام دادند و بعد از ایشان هم ائمه طاهرین علیهم السلام این سنت را احیا کردند و ما هم در واقع به همین سنت در واقع اصرار می‌ورزیم و باید این سنت را حفظ بکنیم. در خدمت استاد گرامی جناب استاد افشاگر هستم. خب در رابطه با نتایج عزاداری، اولین موردی که عرض می‌کنیم بر اساس روایات بحث بهره‌مندی از شفاعت نبی مکرم اسلام هست صلوات الله و سلام علیه و آله. در یک نقلی داره که همون روزهای آغازین تولد حضرت امام حسین علیه السلام وقتی قنداقه را به دست ایشان میتن شدید گریه میکنه. حضرت فاطمه زهرا هم منقلب میشن. بعد ضمن فرمایشاتی که دارن میفرماین بر فرزندم حسین نسلهای آینده گریه میکنن، هر نسلی که جدید میشه اینها میآیند و بر این مصیبت گریه میکنن و نتیجه این گریه ها و عزاداری های برای فرزندم رسول الله این هست که من از مردان امتم و گریه کنندگان بر حسینم شفاعت خواهم کرد و تو ای فاطمه دختر عزیزم از زنانی که برای امام حسین عشق می‌ریزند شفاعت میکنیم. بله. در رابطه با عشق بر ابی عبدالله حسین علیه السلام، همونطور که حضرت عالی هم فرمودین، متفاوت بیان شده نسبت به سایر گریه ها. اولا خب اون کلام مشهور خود حضرت است که انا قتیل العبرات، من کشته عشق ها هستم، هر کسی که مرا یاد کنه گریه خواهد. یعنی اصلا عشق با نام ابی عبدالله حسین علیه السلام گره خورده. این کلامی است که از حضرت نقل شده و بعد
در تعابیر دیگر بیان شده که اشک بر حضرت رو باید بلند بلند گریه کنیم. یا در یک نقلی از وجود نورانی امام صادق علیه السلام آمده که برای جدم حسین علیه السلام مانند مادری که بر عزای فرزندش نشسته و اشک می‌ریزه اشک بریزه. گاهی عده‌ای خورده میگیرن، خب چرا میگه اینقدر گریه بلند، چرا به این شکل؟ اصلا ما توصیه شدیم نه. بلکه بالاتر عرض کنم، انسان وقتی در این مجالس و برنامه ها حضور پیدا میکنه اصلا دست خودش نیست. این حالت اشک و تباکی و گریه و ناله اصلا میگم به نحوی وجود داره که آدم از دستش خارجه و توصیه هم شده. لذا در این رابطه یا وجود نورانی امام رضا علیه السلام طبق نقل که به اون صحابی خودشان میفرمه ابن الشبیب ان کنت باکیا لشیء فبک لحسین ابن علی علیه السلام. لذا پس گریه باید متفاوت باشه، توصیه شده و همینجور هم هست. میخوام اینم روش تأکید کنم، اینایی که خوردن میگیرن چون در این وادی نیستن. و این عشق هم از میان حالا دستبندی هایی که نسبت به عشق ها گفته شدن میتونه دو سه قسمش باشه. هم عشق محبت هست، یک پیوندی بین افراد با امام حسین ایجاد شده که این محبت و عشق ایره به این گریه و ناله باز میدانه. واقعا اون کلام نورانی پیغمبر خداست که فرمان نل قتل حسین علیه السلام حرارت، یک حرارتی است در قلبهای مؤمنین که اصلا به سردی نمیگراید. همون چیزی است که عشق محبت را میاره. یکی عشق شوق است، وقتی انسان به زیبایی های کربلا نگاه میکنه، شجاعت ها، ایثار ها، رشادت ها، این که همه هستی را حضرت در طبق اخلاص میگذارد، فدا میکند، در راه خدا اونها را میده، اینها شوق میاره، عشق شوق میاره که این امام ما، سید شهدای ما چقدر اوصاف کمالی را دارن. لذا انسان وقتی به این قضایا فکر میکنه عشق شوق میریزه انصافا. که یا مثلا عشق معرفت، وقتی انسان با مرام حضرت آشنا میشه، اهدافش معرفت وقتی پیدا شد، ناخودآگاه این عشق جاری میشه. لذا این عشق ها خیلی ارزش داره، هم توصیه شده، هم باید کوشش کنیم که در این مجالس بیشتر بگریم. اینها انسان را رشد میدهند. خیلی وقتا شده که انسان یک کتابی را مطالعه میکنه، حدیثی را، تنها هم است، ولی واقعا این مطالب چنان سر انسان تأثیر میکنه که عشق در صورت جاری میشه. خب بالاخره این توصیه شده و ما باید استفاده کنیم. اما آنچه که باز به عنوان ثمرات و نتایج عزاداری برگرفته از روایات میتونیم اشاره کنیم، بحث آمرزش گناهان هست. بله. یعنی این مجالس به نحوی زمینه آشتی انسان با خدا را فراهم میکنه. ببینید این به این معنا نیست که من هر گناهی کردم دیگه صرفا بیام در این جلسه حضور پیدا کنم یک قطره اشکی تمام میشه. نه، آمرزش یک مراحلی را پشت به اصطلاح باید بگذرانیم که این محقق شود. تحلیلش هم میخوام خیلی ساده و گذرا عرض کنم که این شبهه ایجاد نشه که پس شما به نحوی بیمه، به تعبیر بعضی‌ها بیمه گناه را مندازین. برو هر کاری میکنی، بیا یک دفعه در جلسه شرکت کن، عزاداری کن، تمام میشه. صرف این قضیه نیست. ببینید وقتی من میایم در دستگاه امام حسین علیه السلام قرار میگیرم، خب این به اصطلاح یک زمینه های قبلی داشته، یک آشنایی با حضرت داشتیم، یک معرفتی، یک محبتی. اونمون چیزا که مرا به این جلسه کشانده، ناخودآگاه در دل من یک چیزهایی را میاره که من نسبت به کرده های خودم، خطاها، گناهانی که ازم سرزده، احساس شرمندگی میکنم. در مقابل سید الشهدا، جلسه مال امام حسین است، میبینم حضرت را شاهد است،
این حالت شرمندگی، این حالت انکسار کم کم باعث میشه که انسان بیاد توبه کنه و در حقیقت شرمنده از گناهان، اظهار شرمندگی، پشیمانی، و در همونجا اقدام به توبه میکنه و نتیجه این توبه میشه چی؟ همون آمرزش گناه، که البته این صحبتهای زیادی را بزرگان ما فرمودن که دیگه من اجمالاً اشاره کردم. بسیار عالی، خیلی استفاده کردید جناب دکتر افشاگر عزیز. بینندگان محترم، با سعیم از شما تمام تقاضامند هستم که همراه برنامه خودتان باشین. میان برنامه کوتاه دیگر و محرمی تقدیم شما خواهد شد و پس از اون انشاءالله باز هم در معیت جناب استاد افشاگر با شما خواهیم بود. از همراهیتان سپاسگزارم بینندگان عزیز، و بار دیگر تسلیت عرض میکنیم ایام شهادت سید الشهدا علیه السلام و عزاداریان حضرت را. موضوع صحبت ما درباره این است که عزاداری ها که توسط مؤمنین انجام میشه و در واقع بخشی از سیره نورانی خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و امامان طاهرین علیهم السلام هست، چه نتایجی برای ما به بار خواهد آورد؟ به بخشی از این نتایج تا این قسمت اشاره شد. در بخش قبلی سرور گرامی جناب استاد افشاگر فرمودند که یکی از این نتایج آمرزش گناهان و توبه و بازگشت به سمت بندگی خداوند متعال هست. در مجالس امام حسین علیه السلام هست که دلهای افراد منقلب میشه و به سمت خداوند و بندگی او تشویق میشه، و این در واقع بخشی از برکات این مجالس حسینی هست. در خدمت شما هستم. یکی دیگر از نتایج این برنامه ها، عزاداری ها، استجابت دعاست. به هر حال زمینه بازگشت به خدا فراهم شده، نورانیت ایجاد شده، انسان با مرام امام حسین آشنا میشه، با صفات حمیده حضرت آشنا میشه، رشادت هایی که یارانش، خب همه اینها یک فضای نورانی را ایجاد میکنن. بر اساس نقل ها ملائکه الهی در چنین مجالسی حضور پیدا میکنن و نتیجه این یکیش اینمی است که دعا مستجاب میشه. به تجربه حتما همه بینندگان شاهد هستن که خیلی ها از این جلسات حاجت گرفتن، حالا گاهی مشکلی داشتن حل شده، مریضی داشتن شفا گرفتن، خدمتتون عرض کنم قرضی داشتن و مشکلات مختلف حالا فردی و اجتماعی در این جلسات گره گشایی شده و حل شده. چرا؟ چون بستری فراهم شده برای اجابت دعا. بله، لذاست که ما باید در این جلسات دنبال اون حوائجمان باشیم و دعا هم داشته باشیم که اینها به هر حال هم به اساس تجربه و هم سیره بزرگان ما توصیه شده است. یکی دیگر از نکته های مهمی که در حقیقت شاید از همه مهمتر باشه که جز نتایج سوگواری و عزاداری ابی عبدالله الحسین علیه السلام هست، بقای مکتب اهل بیت علیهم السلام هست. بله، خب مکتب اهل بیت تبلور اسلام ناب محمدی است صلوات الله و سلام علیه و آله. همه مسلمانان بالعموم به اهل بیت احترام دارن و نقش خاصی برای اونها قائل هستن، جایگاه خاصی قائل هستن، یعنی اختصاص به یک نهله یک مذهبی نداره. اهل بیت برای همه چراغ هدایت بودن، مورد توجه و احترام هستن و مسلمانان همیشه به این اهتمام داشتن. به هر حال مکتب و تعالیم اهل بیت، مکتب سید الشهدا، مسئله عاشورا در این جلسات چی میشه؟ احیا میشه. این جمله را زیاد شنیدیم که میفرماید اسلام محمدی الحدوث است و حسینی البقا هست. بله، تحلیل خوبی هم برای بزرگان به اصطلاح بیان کردن. واقعا اگر شما اون مقطع تاریخ خوب مطالعه کنین و یک ارزیابی دقیقی بکنین، میبینیم برنامه ریزی کرده بودن. هم غمشان این بود که بستر اسلام را بپیچند و از بین ببرن، واقعا نابودش کنن. خب چنین وضعیتی است که امام حسین این را با اون بصیرت الهی که داره تشخیص میده و میایه همه هستیش را
جانش را، عزیزانش را در طبق اخلاق میاد که اسلام نگذاره نابود شده. خب ما در این جلسات که شرکت میکنیم در حقیقت در تداوم این حرکت امام حسین این مکتب اهل بیت داریم احیا میکنیم، زنده نگه میداریم تعالیم عزلت را، تعالیم سایر ائمه اطهار علیهم السلام، و واقعا نقش کلیدی داره برای احیا و زنده نگه داشتن اسلام ناب. او جمله بلندی را که ظاهرا از مرحوم امام هست که محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته، برگرفته از همین تجربیاتی است که هست و در کلمات بزرگان ما آمده. یعنی واقعا ای محرم و ای سفر با ای عزاداری ها، با ای برنامه هایی که برای ابی عبدالله الحسین در سراسر جهان توسط محبانش برگزار میشه، اینها حافظ حفظ به اصطلاح حافظ امی مکتب اهل بیت و اسلام ناب بودن که خیلی تاثیرگذار هست. بله. خب نکته دیگری که اشاره میکنیم بحث سکونت در بهشت است که بر اساس بعضی از روایات آمده که از آثار سوگواری و عشق بر حضرت سید الشهدا علیه السلام این هست که شما وارد غرفه های از بهشت میشی، ساکن غرفه های از بهشت میشی. نکته دیگر این هست که انسان در روز قیامت از او ناله ها و او غم و اندوهی که حاکم است بر فضای اونجا، انسان وقتی جهنم در مقابلش میبینه اعمال کمه، خب انکسار ایجاد میشه، نگرانی، غم، غصه، ولی فرمودن در اونجا دیگه کسی که عزاداری کرده بر مصائب ابی عبدالله الحسین علیه السلام اشک ریخته، در اونجا ایمن میشه از او حول و ترس هایی که در قیامت وجود داره، چون که در سکرات موت هم انسان همی حال براش به وجود میاد. و باز در بعضی از نقل ها دستیابی به حسن عاقبت هم ذکر شده. یکی از چیزهای سرنوشت سازی که در روایات هم تاکید شده، بزرگانم به ما همیشه گوشزد میکنه، عاقبت به خیلی است. بله. ببینید شیطان در کمین است، هوای نفس است، دنیا هست، همه اینها بالاخره موانعی را ایجاد میکنه و تلاش میکنن که ما در آخر کار با سوء عاقبت از این دنیا بریم. تاریخ هم نشان داده که خیلی ها تا یک حدی در مسیر بودن اما آخر کار خراب کردن، منحرف شدن. بله. خود همین ابلیس بله. از کجا به کجا کشیده شد و نمونه های دیگر در بین انسان ها. خب لذا یک چیزی که خیلی برای ما سرنوشت ساز هست حسن عاقبته. این مجالس، این پیوند با ابی عبدالله علیه السلام، این عشق ها باعث میشه که انسان انشالله عاقبت به خیر بشه. خیلی ها تجربه شده دیگه، اصلا من امروز که عرض میکنم خدمت، خیلی چیزها رو ما شما به تجربه دیدیم به عیان. یعنی وقتی این چیزها را ما مشاهده کردیم دیگه راحت میتونیم بیان کنیم. بس. کسانی که در مسیر امام حسین و اهل بیت بودن، تعالیم و عذرات را گرفتن، عمل میکنن، میبینی یک زندگی متفاوتی دارن و نتیجه این مسیر همین عاقبت به خیری است دیگه. عاقبت به خیری را حالا هم میتوان به این معنا گرفت که ذلت بعد از عزت پیدا نمیکنه، یعنی اون عزتش باقی میمانه. انحراف بعد از ای که به اصطلاح مسیر هدایت را در پیش گرفتن در زندگی اینا پیش نمیآید، و همین رقم در آخر عمر هم طبق وعده ای که بر اساس روایات داده شده اهل بیت میاین وقت احتضار میاین در اون لحظه. خب صرفا یک حضور که نیست، خب آثاری داره. یکیش این است که این فرد انشاءالله به یمن حضور ائمه اطهار و امام حسین علیه السلام خلاص عاقبت به خیر میشه انشاءالله. قطعا همینطور انشالله. عاقبت کسانی که در مسیر امام حسین علیه السلام گام گذاشتن و برای او سوگواری و عزاداری میکنن و با مرام و مکتب او آشنا هستن و تلاش میکنن که در زندگی پا جای پایان حضرت بگذارن، بهشت است و رضایت پروردگار متعال. انشالله خداوند متعال با همه این توفیق را بده که با همین معرفت بتانیم عزادار سید الشهدا علیه السلام باشیم و بدانیم که این عزاداری سنت است
نه بدعت. تشکر میکنیم از استاد گرامی جناب استاد افشاگر و همچنین از همراهی شما بینندگان محترم که تا انتها ما را همراهی فرمودید. در مجالس حسینی برای فرج امام حسین، برای فرج حضرت ولی عصر علیه السلام، منتقم خون مظلوم کربلا دعا بکنیم. اللهم عجل ولی کن فرج. خدا حافظ شما.